سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز دوشنبه برابر است با 10 عقرب سال 1400. در آغاز سرخط خبرها. تعهد کمک های 1.15 میلیارد دلاری برای کشورهای نیازمند از سوی کشورهای جی 20. ما توانستیم که کمک ها را به افغانستان در شرایط بحرانی جلب کنیم. اتحادیه اروپا این مسئولیت را بر عهده گرفت و در این میان ایتالیا 1 میلیون یورو در این نشست به افغانستان کمک می کند. نگرانی روسیه از تهدیدهای حراس افغانی از خاک افغانستان. بازداشت 10 تن از سوی کمیسیون تصفیه امارت اسلامی. حقا کسان که آقوی بعد سابقه لری بعد سابقه لری بعد مازی لری آقوی کپسد کیوی هغه موږ په لټه کې یو، تو هغوی وباسو. پشتیبانی و حمایت امارت اسلامی از آزادی بیان در کشور. و انتقاد شهروندان از پایین بودن کیفیت نفت در کشور. من سپهر هستم. وال استریت ژورنال در گزارش تازه‌اش میگوید که شمار نظامیان حکومت پیشین افغانستان گویا بنابر نگرانی های امنیتی شخصی به شاخه خراسان داعش پیوستند. در این گزارش آمده که در بین این نظامیان کسانی هم هستند که از سوی آمریکا آموزش دیده و اکنون در بخش های جمع‌آوری اطلاعات و تکتیک های جنگی با گروه داعش کار میکنند. در همین حال وزارت داخله میگوید با اعلام عفو عمومی امارت اسلامی در کشور هیچ کس به شمول نظامیان پیشین باید نگران امنیت شخصیشان نباشد. این گزارش وال استریت ژورنال درست هنگام نشر شده که در جوار برخی از همسایه های افغانستان شمار از مقام های حکومت های غربی نیز از احتمال گسترش تحرکات داعش در افغانستان اظهار نگرانی کردند. در این گزارش انگیزه پیوستن شمار از منصوبان نظامی و استخباراتی حکومت پیشین به داعش نگرانی های امنیت شخصی و ترس از امارت اسلامی خوانده شده است. برخی کارمندان استخبارات و نظامیان حکومت پیشین که توسط ایالات متحده آموزش دیده بودند و اکنون از سوی حامیان آمریکایی خودرها شدند و توسط طالبان تهدید می شوند برای پیوستن به گروه داعش، شاخه خراسان به این گروه نامنویسی کردند که شمارشان در حال افزایش هستند. دات وال استریت ژورنال یو رپورت پرای چې په خرید یک امنیت ملي کارمندان زیدا شان ته د بنیاد خبر نه ځکه هغه نړیوال معتبر ژورنال ده. داعش یو خارجی پدیده ده چې قوي داخلي آباد او ریشې نه لري، ولی د ځینې هیوادونو استخبارات د دې لپاره چې د طالبانو په حکومت باندې خپل شرایط ومني نو د فشار د آلې په توګه ته استفاده کوي. در پهلوی نگرانی ها از امنیت شخصی، باورها بر این است که بیکاری و بحران اقتصادی نیز این نظامیان را وادار به پیوستن به داعش کردند. کسانی که سابق در اردو بودن اگر اینا احاشه نشن اینا را استخدام کنن به مرام های سیاسی و بعضی وقت به مرام های جرمی، این خطر از بحران اقتصادی هم به وجود آمده میتونه. فراموش نکنیم که بدنه اصلی داعش در عراق را سربازان و افسران نیروی امنیتی یا اردوی صدام حسین تشکیل میدادن. در افغانستان هم چنین سناریویی میتواند تطبیق شود. اما وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که در روشنی فرمان عفو عمومی امارت اسلامی هیچ منصوب نظامی حکومت پیشین باید نگران امنیت فردیش نباشد و در صورت احساس تهدید باید به گونه مستقیم به مسئولین امنیتی مراجعه کنند. اسلامی امارت کوشش کوي چې هغه خلک چې هغه په تیر نظام کې کار کړی ده، په تیره اداره کې کار کړی ده، د هغوی ژوند ته احیانا هم کوم ځای کې کوم ګواښ پیښ وي هغه له منځه یوسي او د دوی امنیت خوندیتوب ډاډمن شي.
مسئولین امارت اسلامی در کل تهدید ناشی از داعش را در سطح یک مزاحمت خلاصه می کند و غرب به گونه خاص ایالات متحده را متهم می سازد که به گونه عمدی درباره تهدیدهای احتمالی داعش در افغانستان اضافه گویی می کند. کشورهای عضو نشست G20 در پایان این نشست تعهد به کمک‌های بشردوستانه به ارزش 1.15 میلیارد دلار برای کشورهای نیازمند از جمله افغانستان کردند. ایتالیا، بریتانیا، چین و ترکیه در حاشیه نشست G20 اوضاع افغانستان را بحرانی دانسته و خواهان کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان شدند. در همین حال بریتانیا از بهر جلوگیری از بحران انسانی و سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش دختران در افغانستان تعهد به کمک 50 میلیون پوندی کرده است. سران کشورهای ایتالیا، بریتانیا و آلمان در حاشیه نشست G20 اوضاع افغانستان را بحرانی دانسته و از کشورهای عضو گروه G20 خواهان کمک‌های هرچه زودتر به افغانستان شدند. G20 در پایان نشست دروزه تعهد به کمک بشری 1.15 میلیارد دلاری به کشورهای نیازمند مشمول افغانستان کردند. ما توانستیم که کمک‌ها را به افغانستان در شرایط بحرانی جلب کنیم. اتحادیه اروپا این مسئولیت را بر عهده گرفت و در این میان ایتالیا 1 میلیون یورو در این نشست به افغانستان کمک می‌کند. در همین حال بریتانیا در نشست G20 تعهد کمک 50 میلیون پوند را از بهر جلوگیری از بحران انسانی به افغانستان کرده و گفته است که این کمک به 2.5 میلیون تن در افغانستان که بیشترشان زنان و دخترانند هزینه خواهد شد. 50 میلیون پوند که معادل 68 میلیون دلار می شود بخشی از 390 میلیون دلاری است که بریتانیا پیش از این برای افراد آسیب پذیر به افغانستان اعلام کرده بود. و این پول در زمستان پیشرو برای آماده کردن مواد غذایی، تجهیزات بهداشتی، سرپناه و لباس گرم به کودکان افغانستان هزینه خواهد شد. اما چرا این کمک ها تا اکنون به دسترس مردم قرار نگرفته است؟ تا هنوز حکومت افغانستان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و سوی هر تعهدات را که نام جامعه جهانی سپرده بودند تا هنوز به او جامعه عمل نپوشاندند. و از طرف هم شما میفهمید که این مقدار پول مدیریتش هم کار ساده نیست. بنان یک نوع بی‌اعتمادی و بی‌باوری بین افغانستان و جامعه جهانی حکم فرماست. این کشورها در حال تعهد به کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان کردند که پیش از این ایالات متحده نیز گفته بود که از بهر جلوگیری از بحران بشری 144 میلیون دلار را به افغانستان کمک می‌کند. وزیر خارجه روسیه میگوید که دفع تهدیدهای هراس افغانی از افغانستان در برابر روسیه در اولویت مسکو است. سرگی لاوروف در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفته است که نمیگذارند هراس افغانان به مرزهای روسیه نزدیک شوند و مسکو میکوشد که از بی‌ثباتی متحدانش در آسیای میانه نیز جلوگیری کند. اما وزارت داخلی افغانستان بار دیگر میگوید که از خاک افغانستان در برابر هیچ کشوری کار گرفته نخواهد شد. وزیر خارجه روسیه در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی روسیه گفته است که دفع تهدیدهای هراس افغانی در افغانستان علیه روسیه و نیز جلوگیری از بی‌ثباتی کشورهای همسایه از اولویت کاری مسکو است. سرکوب این تهدیدها در داخل خود افغانستان در اولویت قرار دارد. از آن جایی که ما با متحدان آسیای مرکزی مرز نداریم، عملاً با همه آنها یک رژیم بدون ویزه وجود دارد. امنیت این مناطق برای ما در جایگاه نخست است. اما وزارت امور داخله تاکید میکند که هیچگاهی از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر کار گرفته نخواهد شد. سخنگوی این وزارت میگوید که حکومت تازه در مبارزه با مواد مخدر نیز جدی است. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې معینیت کلک هوډ لري چې په هیواد کې د مواد مخدر کښت قاچاق صفر ته راټیټ کی په دې برخه کې دوی ښې برنامې لري او د افغانستان خاورې نه هیڅ چاته ګواښ نه متوجه هیڅ داسې دلته څوک نشته چې هغه د کوم ګاونډي هیواد یا د سیمې هیواد ته ګواښ پیښ کړي. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز از تهدیدهای برخواسته از هراس افغانی به ویژه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. اما امارت اسلامی همواره گفته است که نابودی گروه های هراس افغان در اولویت کارش قرار دارد.
کمیسیون تصفیه صفوف امارت اسلامی میگوید که تا اکنون ده‌ها تن را که از نام امارت اسلامی سوء استفاده کردند بازداشت و به پنجه قانون سپرده شدند. رئیس این کمیسیون به طلوع نیوز میگوید که کار روی اخراج کسانی که پیشینه کاری خوب در صفوف امارت اسلامی ندارند آغاز شده است. از سوی هم آگاهان مسائل نظامی میخواهند که این کمیسیون باید روند تصفیه صفوف را سرعت ببخشند. حاج محمد باشنده سپین بولدک کندهار ادعا دارد که مردان مصلحه با استفاده از نام امارت اسلامی وی را زندانی کردند و 20 روز را در زندان این مردان سپری کرده است. حاج محمد ادعا دارد که به تازگی این مردان یک پسرش را نیز ربوده‌اند، اما مقام های محلی کندهار تا هنوز در این باره چیزی نگفتند. اوس از ماکشنای بچای د څول اسکل لا يرغمل نیولې دي سره نه معلومي کله یو ځای دي کله بل ځای دي و د مړو د ژوند د راکې نه معلومي چیر دي پر کوم ځای دي نو د ټور مشران سم دا غوښتنه ده چې په دې اکل دي څېړنه وسی. از سوی دیگر کمیسیون تصفیه صفوف امارات اسلامی میگوید با کسانی که از نام امارات اسلامی سوء استفاده میکنند با آنان برخورد قانونی میکنند. ای چې لکه سانس په مرکز کابل کې نیورسې ده په لور ولایت کې تاسو ته معلومي ګوري هغه کسان چې هغه بده سابقه لري بده سابقه لري بده ماضی لري هغه که په سب کې وي هغه موږ په لټه کې یو سو هغه وباسو که څه هغه عملا د خلکو په زورولو کې لاس ونه لري. رئیس این کمیسیون میگوید که روند توزیع کارت هویت و لباس‌های نظامی برای نظامیان امارت اسلامی به زودی آغاز می شود. جدی کار باندې شروع دم یونیفورم باندې رنگون هم اعلان بسی او هم پر داس کارتون باندې سپاره کې بجال کریم ونیسی. در همین حال برخی آگاهان مسائل نظامی ایجاد کمیسیون تصفیه صفوف امارات اسلامی را پسود کشور می دانند و خواهان سرعت بخشیدن این روند هستند. کسان چون نفوذ کرده ده یا دخمن و مال دی یا زری دی دا باید لره کهی دا شلری سخپل و پاکی گی ده او آقا با سوک لره کهی دی استخبارات و دفتر او کلری نسی دا باید کلری نکی وضعیت خرابی گی و دا خود دید شکست باعث کهی. مسئولان کمیسیون تصفیه صفوف میگوید که نمایندگی های این کمیسیون در بسیاری از ولایت ها آغاز به کار کرده است و این روند به تمامی ولایت ها گسترش می یابد. وزارت امور داخله میگوید که به هیچ کس و یا گروهی اجازه نخواهند داد که آزادی بیان را خفه بسازد. مسئولان این وزارت در نشستی با شماری از مسئولان نهادهای پشتیبان رسانه‌ها و خبرنگاران میگویند که امارت اسلامی از آزادی بیان در چارچوب اسلامی حمایت و پشتیبانی میکند. نشست هماهنگی وزارت داخله با نهادهای پشتیبان خبرنگاران. مسئولان وزارت امور داخله در این نشست بار دیگر اطمینان می‌دهند که از آزادی بیان در چارچوب اسلام پشتیبانی می‌کنند. سخنگوی وزارت امور داخله می‌گوید نهادهای امنیتی اجازه نخواهند داد که صدای آزادی بیان در کشور خاموش گردد. اسلامی امارت دی بیان آزادی دی اسلامی ارزښتونو په چوکاټ کې دی هواد دی علیا منافع په چوکاټ کې د رسنیو ازادي ساتي او د تجمند او څوک به پرې نږدي چې د رسنیو د کار په وړاندې خنډ ایجاد کړي. که چېرته رسنۍ په هغه کردار لاړې سي چې کوم کردار د پاره الله تبارک وتعالی امر کړی ده، لکه موږ مخکې تلاوت وکړو چې په هغه انداز به خبره کوئ چې کومه صادقه رښتونې واقعیت وي، دا رسنۍ په دې صورت کې په عبادت لګیا ده. در همین حال خبرنگاران و نهادهای پشتیبان از خبرنگاران از رهبران امارات اسلامی میخواهند که برای آزادی رسانه ها پالیسی روشنی را بسازند. یو تعداد رسانه پا اطراف کده، دروازه بند سوی ده، اقتصاد نسته، یو تعداد زموش مسئولین ده، اطلاعات و کلتور رئیسان، تر ده حد رسیدلی چی باید دیو تلویزون، دیو رادیو، مخت ده مخت کنه چی باید اخبور سی، دی غوار چی باید یو واری وکوری. دا غلط خبره ده، دا سانسور سو. یو قانون د رسنیو لپاره پاس شي او د هماغه قانون په چوکاټ کې هم امارت مخکې لاړ شي او هم رسنۍ ورسره مخکې لاړ شي. از سوی دیگر رادیو پولیس که در چارچوب وزارت امور داخله فعالیت داشت پس از نزدیک به 3 ماه دوباره فعالیتش را آغاز کرد و وزارت امور داخله شهروندان کشور میخواهد تا مشکلاتشان را از طریق این رادیو مستقیما با وزارت امور داخله در میان بگذارند. ادامه خبر 6.
خدمات بهداشتی در بیمارستان افغان جاپان، تنها بیمارستان فعال برای بیماران کووید 19 در کشور، با گذشت هر روز کمتر می شود. مسئولان در این بیمارستان هرچند تخمین می زنند که با نزدیک شدن فصل سرما شمار مبتلا به ویروس کرونا بیشتر می شود، اما می گویند هیچ آمادگی و امکانات برای درمان بیماران گرفتن نشده است. آنان می گویند که اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد، در زمستان پیش رو فاجعه انسانی رخ خواهد داد. بیش از یک ماست که خانم علی‌یاور اینجا سیر درمان است. فقر اقتصادی و فعال نبودن بیمارستان در دایکندی برای بیماران مبتلا به ویروس کرونا پایش را به این بیمارستان کشانیده. حالا که سیستم صحی کشور در خطر فروپاشی گزارش می شود، این بیمارستان هم تجهیزات لازم صحی را برای بیماران ندارد و بیمارداران ناگزیر هستند خود داروی بیمارشان را بخرند. یک پاکت گلی به 200-300 افغانی رسیده در روستاها. دوا در فلان در شفاخانه نمانده. ما دوا از بیرون میخریم. و دیگه مریضایی که اینجا هستن دوا از بیرون میخرن. بعد جامعه جهانی هرچی که کوشش داره، واقعیت کوشش کنه که مردم افغانستان تنها نگذاره. این شفاخانه که تنها شفاخانه فعال برای بیماران مبتلا به بیماری کووید 19 است، از لحاظ تجهیزات صحی در حالت بدی قرار دارد و پزشکان آن هم چند ماه از تنها نگرفتند. قریباً دغه قرارداد چلا افغان له نیر سره سوی دی افغان جافان د شپږ میاشتو لپاره و سی د جوزا دی اول نه د قوس تر اول پوری یا د اقرف تر اخیره پوری شپږ میاشتې قرارداد و دام په خدمت دوده تقریبا شل ورځې پاتې دي. یعنی لدې نه وروسته داسې چا موږ ته وعده نه ده راکړې چې دغه خدمات به موږ مخ په وړاندې بیو. پیش بینی می شود که با رسیدن فصل سرما هم بیماران ابتلا به ویروس کرونا بیشتر شوند، اما هیچ برنامه‌ای برای تجهیز دوباره این بیمارستان روی دست نیست. من په شفاخانه کې د دوا د کمبود سره هم مخ یو، بعضی طبي وسایل د کمبود سره هم مخ کیږو، او همدارنګه موږ د اکسیجن دستګال رو د هغې د استفاده کولو لپاره تیل نه لرو. وزارت صحت عامه از جامعه جهانی و سازمان‌های بهداشتی می‌خواهد برای جلوگیری از فروپاشی سیستم صحی کشور بیدرنگ اقدام کنند. بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان بختانه که وضعیت صحی مردم نگران کننده است، زیادتر مراکز صحی بسته است و مردم به امکانات صحی دسترسی ندارند و با فرا رسیدن زمستان ای وضعیت هنوز وخیمتر میشه. پیش از این نیز همواره از بدتر شدن اوضاع سیستم صحی کشور نگرانی شده است، اما تا اکنون از سوی جامعه جهانی و سازمانهای پشتیبان سکتور صحی اقدام عملی چشمگیری برای حل این چالش انجام نشده است. ادامه خبر 6. شماری از باشندگان پایتخت میگویند که نفت با کیفیت پایین در این اواخر افزایش یافته است. از سوی هم برخی از ترمیمکاران موتر میگویند که بیشتر مشتریان که اکنون به آنان مراجعه میکند علت خرابی موترهایشان نفت با کیفیت پایین است. در همین حال شماری از شهروندان کشور نگران افزایش بهای نفت در بازارها هستند. ازدیاد نفت بی کیفیت در پایتخت. شماری از باشندگان کابل از افزایش نفت به کیفیت در بازارهای پایتخت شکایت دارند. آنان میگویند که در این اواخر نفت با کیفیت پایین در بازارها به بهای ارزانتر به فروش میرسد. ما تیل مندازیم، تیل از تانگ مندازیم، در بعض تانگ ها میماره تیل به کیفیت داره. تیل بازار کشر در روی بازار که مفروشن یا همچنان هم به کیفیت است. تیل های سرسره که پروخته میشه نرخش یک چیز ارزان است، مگرم کیفیت نداره. انجن موتر دیگه موتر وارس پیدا میکنه و از پمپ که مندازیم فامید بلند است. با این حال برخی از ترمیمکاران موتر میگویند که بیشتر موترهایی که اکنون برای ترمیم به ترمیمگاه آنان آورده میشود علت خرابی آن نفت با کیفیت پایین است. در این روزا تله به کیفیت بسیار زیاد شده، چون که فیلتر نیست، چک نیست، کنترل نیست و موترها زیاد از بخاطر تیل خراب برای ما مراجعه میکنند. بسم الله که موترش را برای ترمیم به این ورکشاپ آورده میگوید که
پس از استفاده از نفت با کیفیت پایین، این چندین بار است که موترش عوارض فنی پیدا می کند. خراب تیل خو ما خپل اچولی و گاډی کی اور بوشکونه می اچولی و دیزل پم رته خراب ک او شپګنیم $100 می یو دیزل پم اخیسته ورته زریدا او په $40 می ورته پارسنګ اخیستی دی دا خراب تیل و وجوا. از سوی هم شمار از شهروندان کشور نگران افزایش بهای نفت در بازارها اند. آنان می گویند که اکنون 1 لیتر نفت به بهای 76 افغانی به فروش می رسد. رسیدیم به پایان خبر 6. از همراهتان سپاسگزارم.